ملتی که تاریخ خود را نداند سزاوار بردگی است. درود بر شما. به قسمت 23 شاهچنگ ایرانیان در چالدوران رسیدیم. در قسمت قبل شنیدیم که شاه اسماعیل میدانست که پیکار آن روز با پیکار روز قبل فرق خواهد داشت، چون روز قبل پیادگان می جنگیدند و در آن روز سواران ایران باید بجنگند. قدرت سوار برای درهم شکستن حمله پیادگان بیشتر است، ولی نمی توانست پیش بینی کند که عثمانی ها برای اینکه میدان جنگ را وسعت بدهند از تپه کبود واقع در جنوب میدان جنگ فرود خواهند آمد. بلبل قولتای به وعده‌ای که به سلطان سلیم داده بود عمل کرد و شبانه توپهای سلطان را به بالای تپه کبود منتقل نمود. ایرانی ها شب قبل طوری گرفتار حمله و دستبرد دائمی عثمانی ها بودند که نتوانستند مبادرت به اکتشاف و عیاری بکنند. آنها نتوانستند مطلع شوند که شب قبل بلبل قولتای مجموع توپهای خود را بالای تپه کبود منتقل کرده تا اینکه بتوانند صبح روز بعد در پناه توپها پیاده نظام عثمانی را از تپه پایین بفرستند تا اینکه بر وسعت میدان جنگ افسوده شود. یک وقت رستم کلاچرمینه که به جای شاه اسماعیل فرمانده میدان جنگ شده بود، از بالای تپه دید که عثمانی ها از تپه کبود فرود می آیند. شاه اسماعیل چون در وسط جبهه بود، فرود آمدن سربازان عثمانی را از تپه کبود واقع در جنوب میدان کارزار ندید. اما رستم کلاچرمینه مشاهده کرد که عثمانی ها با کمک تناب با سرعت از تپه فرود می آیند و برای فرمانده جناح جنوبی جبهه ایران دستور صادر کرد که سربازان عثمانی را پایین تپه نابود نماید. حسن بیکلله 300 تن از سواران خود را مأمور کرد که بروند و سربازان عثمانی را که از تپه فرود می آیند نابود کنند. آنها هم رکاب به اسب کشیدند، ولی قبل از اینکه به پای تپه برسند توپهای ارتش عثمانی به صدا درآمد و زمین را لرزانید. گلوله های واحد و مضاعف طوری در آن عده 300 نفری کشتار کرد که تو گویی داس مرگ یک مرتبه فرود آمد و خرمن حیات آن 300 نفر را درو نمود. در یک چشم برهم زدن صف متراکم سواران متلاشی شد و مرد و مرکب خونالود بر زمین افتادند. نسیم بامداد در صحرا دود باروت را به طرف جنوب برد و متورق کرد. آنهایی که می توانستند یورش سواران را مشاهده کنند دیدند که معدودی از سواران که زنده ماندند همچنان به سوی تپه کبود رفتند تا اینکه سربازان عثمانی را که پای تپه بودند نابود نمایند. غافل از اینکه سربازان مزبور شمخال دارند و با شمخالهای خود از تپه فرود آمدند. شمخالچیان عثمانی آن عده از سواران را که توانستند خود را به پای تپه کبود برسانند با گلوله شمخال به قدر رسانیدند و یورش 300 سوار ایرانی برای ممانعت از فرود آمدن سربازان عثمانی از تپه کبود به کلی بی نتیجه شد و همه به قدر رسیدند. مانور فرماندهی قشون عثمانی برای ایرانی ها به کلی بی سابقه بود. ایرانیان هرگز ندیده بودند که یک ارتش در پناه شلیک توپخانه سربازان خود را از یک نقطه میدان جنگ به نقطه دیگر منتقل نمایند بیان که بتوان جلوی آنها را گرفت. افسران ایرانی را که آن روز در چالدوران بودند نباید زیاد مورد ملامت قرار داد، زیرا امروز هم که قرن 20 است جلوی این مانور را که موسوم است به سد متحرک یا سد غلطان نمیتوان گرفت. مگر به وسیله نابود کردن توپهایی که سد متحرک یا سد غلطان را به وجود آوردند. رستم کلاچرمینه و حسن بیکلله سخت مضطرب شدند، چون دریافتند که نمیتوانند برای جلوگیری از فرود آمدن سربازان عثمانی از تپه کبود چاره‌ای بیندیشند. با اینکه شاه اسماعیل گفته بود که وی تحت فرماندهی دیو سلطان روملو خواهد جنگید و دیگر فرمانده میدان جنگ نخواهد بود، وقتی صدای شلیک توپ‌ها را شنید در صدد برآمد که بداند نتیجه شلیک چه بوده است. کسی که پادشاه یک کشور و فرمانده کل قشون می باشد و از سن 13 سالگی فرماندهی قشون خود را در میدانهای مختلف جنگ بر عهده داشته نمی تواند نسبت به وضع فرماندهی بی علاقه بماند.
و خود را ناچار می‌بیند که کسب اطلاع کند. دیو سلطان روملو، فرمانده سوار نظام ایران، به پیروی از شاه اسماعیل، افسری را نزد رستم کلاچرمینه، فرمانده کل فرستاد تا کسب اطلاع کند. افسر رفت و برگشت و نه فقط جواب رستم کلاچرمینه را آورد، بلکه مشاهدات خود را هم وصف کرد. او گفت سربازان عثمانی در پناه گلوله‌های توپ از تپه کبود پایین می‌آیند و سواران ما نمی‌توانند جلوی آنها را بگیرند. یک دسته 300 نفری از سواران ما جز سواران حسن بیکلله خواستند خود را به پای تپه کبود برسانند و سربازان عثمانی را که از تپه فرود آمدند نابود کنند، ولی خود در دم نابود شدند. سربازان عثمانی که از تپه کبود فرود می آیند هنوز دست در نیاوردند، ولی شماره آنها لحظه به لحظه در پای تپه زیاد می شود و اینک از بالای تپه تور آویختند و مثل این است که قصد دارند با کمک تور پایین بیایند و گستردن تور از طرف آنها نشان می دهد که دیگر از ما بیم ندارند و می توانند با خاطری آسوده فرود بیایند، چون با استفاده از تور عده زیادتری از سربازان عثمانی در مدتی کم از تپه فرود می آیند. شاه اسماعیل به دیو سلطان گفت سلطان سلیم از این جهت سربازان خود را از تپه کبود پایین فرستاد که آنها را مأمور کند جبهه ما را دور بزنند و ما را محاصره نمایند. ما تا این موقع از یک حیث آسوده خاطر بودیم و آن اینکه می دانستیم که عثمانی ها نمی توانند موضع ما را دور بزنند، ولی اینک سربازان دشمن از تپه فرود می آیند و ما در معرض خطر محاصره قرار گرفته ایم. ما تپه کبود را حد جنوبی و غیر قابل عبور جبهه خود می دانستیم، ولی از این به بعد این حریم از بین می رود و خصم با نیروی قوی که دارد ما را دور می زند. آنگاه شاه اسماعیل به دیو سلطان روملو گفت از رستم کلاچرمینه بخواه که مرا به جناح جنوبی بفرستد، چون تصور میکنم که حضور من در آنجا ضروری است. دیو سلطان روملو گفت ای پادشاه ایران، تو صاحب اختیاری و هرچه بخواهی همان خواهد شد. شاه اسماعیل گفت ترتیب فرماندهی نباید بر هم بخورد. روملو گفت ای مرشد بزرگ، به چه ترتیب میل داری به جناح جنوبی منتقل شوی؟ شاه اسماعیل گفت اگر من فرمانده جناح جنوبی شوم بهتر است. چند دقیقه دیگر شاه اسماعیل به فرمانده جنوبی جبهه ایرانیان منصوب شد و حسن بیکلله سر اطاعت فرود آورد. شاه اسماعیل چشم به تپه کبود دوخت. توپخانه عثمانی ها شلیک می کرد، ولی نه با شدت، زیرا عثمانی ها می دیدند که ایرانیان به سوی تپه حمله ور نمی شوند و نخواستند که باروت و گلوله های خود را مصرف نمایند. شاه اسماعیل دید که عثمانی ها چند تور از بالای تپه آویختند و سربازان عثمانی از خانه های آن تور مثل پله های نردبان استفاده می نمایند و فرود می آیند. شاه اسماعیل گفت خیلی بد شد. ما اگر نتوانیم مانع از فرود آمدن سربازان دشمن از این تپه شویم، محاصره خواهیم گردید و باید جلوی فرود آمدن سربازان را گرفت. آنگاه پادشاه ایران از حسن بیکلله پرسید برای تو چند سوار باقی مانده است؟ حسن بیکلله گفت من 2500 سوار داشتم و 300 نفر از آنها از طرف توپای دشمن درو شدند و 2200 نفر دیگر باقی ماندند. شاه گفت به رستم کلاچرمینه اطلاع بده که من 2200 سوار تو را به سه قسمت میکنم. 800 سوار را برای تو باقی میگذارم تا جناح جنوبی ما را حفظ کنی. 1400 سوار دیگر را منقسم به دو قسمت 700 نفری می نمایم و فرمانده دسته اول من خواهم بود و فرمانده دسته دوم غلام علی قره‌باغی که دیروز 2000 سوار به کمک ما آورد. بعد من با سواران خود جلو می روم و در عقب غلام علی قره‌باغی با 700 سرباز خود می آید. ما که دسته جلو هستیم ضربت وسایل دفاعی دشمن را تحمل خواهیم کرد و کار را برای دسته دوم به فرماندهی غلام علی قره‌باغی که عقب ما می آید قدری آسان خواهیم نمود. حسن بیکلله گفت ای پادشاه، آیا می خواهی به پای تپه کبود حمله کنی؟ شاه اسماعیل گفت حمله به پای تپه کبود دیوانگی است. گرچه خالد ابن ولید گفته کسی که میخواهد سوار نظام را به کار اندازد نباید در فکر صرفه‌جویی در جان سواران باشد، ولی نباید با دیوانگی تمام سواران را به هلاکت رسانید. ما اگر به پای تپه کبود حمله ور شویم تمام سربازان خود را
قربانی گلوله های توپ خواهیم کرد. لذا ما به پای تپه حمله نمی کنیم، بلکه می رویم تا توپ های خصم را از صدا بیندازیم. حسن بیکلله گفت توپ های دشمن بالای تپه است. شاه اسماعیل گفت از این طرف ما به بالای تپه راه نداریم، ولی از طرف دیگر اگر خود را به تپه برسانیم جز یک سراشیبی کم نشیب در جلو نخواهیم داشت و اسبهای ما به سهولت از آنجا بالا خواهند رفت. حسن بیکلله گفت ای پادشاه، تو اینجا باش و بگذار من مبادرت به این کار بکنم. شاه گفت نه حسن، من خود باید مبادرت به این پیکار بکنم. شاه بدون فوت وقت افسران جناح جنوبی را اطراف خود جمع کرد و به اختصار نقشه خود را برای بی صدا کردن توپهای دشمن به اطلاع آنها رسانید. شاه اسماعیل نقطه ای از میدان جنگ را که انتهای قلب جبهه ایرانیان و آغاز جناح جنوبی بود به افسران نشان داد و گفت نگاه کنید، آنجا سربازان سپاه آکنجی نگهبانی می کنند و هیچ یک از آنها نیزه ندارند و ما باید از آنجا خود را وارد جبهه عثمانی ها بکنیم و چون دارای نیزه نیستند و وسیله دفاع آنها شمشیر و تیر و کمان است، کار ما آسان می شود و مجبور نیستیم که با فلاخون سربازان نیزه دار را از پای درآوریم. من با 700 سوار جلو می روم و 700 نفر دیگر به فرماندهی غلامعلی قره‌باغی از عقب ما می آیند. اسلوب مانور این است که ستون اول به فرماندهی من به خط مستقیم به طرف شمال می رود تا اینکه خصم در لحظه‌های نخست متوجه نشود که ما می خواهیم به طرف سربازان آکنجی برویم. همین که نزدیک سربازان مزبور رسیدیم، ما یک مرتبه به طرف مغرب میپیچیم و وارد صفوف سربازان آکنجی میشویم. هدف ما رسیدن به تپه کبود از ذل شمالی آن است، چون در این ذل شیب تپه ملایم است و به سهولت میتوان از آن بالا رفت. غلامعلی قره‌باغی که از عقب ما میآید دو وظیفه دارد، یکی پاک کردن راه به وسیله از بین بردن سربازان عثمانی و دیگری بازنگاه داشتن راه بازگشت ما. چون ما بعد از اینکه توپهای دشمن را از صدا انداختیم باید مراجعت کنیم. قبل از اینکه شاه اسماعیل برای نبرد به راه بیفتد، شبستری عالم روحانی که شنیده بود پادشاه شیعیان عزم دارد به توپخانه عثمانی ها حمله ور شود، خود را به شاه اسماعیل رسانید و گفت ای مرشد بزرگ، نمیگویم فکر خود را بکن، زیرا میدانم از جان گذشته ای، بلکه به تو میگویم که فکر ایران را بکن. شاه اسماعیل گفت تا روزی که مردان ایران غیرت داشته باشند، نگاهدار این کشور مرتضی علی است. شبستری عنان اسب شاه اسماعیل را گرفت و گفت ای پادشاه ایران، آیا فکر کرده ای که اگر کشته شوی چه خواهد شد؟ شاه اسماعیل گفت ای شبستری، من میدانم آنچه تو میگویی از روی دلسوزی است، ولی غیرت من قبول نمی کند که دلاوران ما مقابل دیدگان من کشته شوند و من بیش از این دست روی دست بگذارم و از تو که چون پدر من میباشی تقاضا میکنم که عنان اسبم را رها کنی. شبستری عنان اسب شاه اسماعیل را رها کرد و بعد دو دست را به طرف آسمان بلند نمود و گفت خدایا، من نتوانستم از رفتن او به میدان جنگ جلوگیری کنم و تو خود او را در پناه خیش حفظ کن. شاه اسماعیل در جلوی دسته 700 نفری قرار گرفت و بعد با اشاره دست فرمان حرکت را صادر کرد. سواران به حرکت در آمدند و راه شمال را در پیش گرفتند. سوارها می دانستند که اسبها را نباید خسته کنند، چون در موقع حمله اسبها می باید با سرعت بسیار خود را به موضع خصم برسانند. شاه اسماعیل و سوارانش با حرکت قدم در امتداد شمال از جناح جنوبی جبهه ایران گذشتند و خود را به جایی رسانیدند که سربازان آکنجی روبروی آنها نگهبانی می‌کردند. در آنجا پادشاه ایران عنان را متوجه چپ کرد و لحظه دیگر رکاب کشید. سواران او هم به طرف چپ توجه کردند و رکاب کشیدند. قسمتی که خود شاه اسماعیل فرماندهی آن را بر عهده داشت به دو صف 350 نفری تقسیم شده بودند. شاه با 350 سوار اول جلو می رفت و 350 سوار دیگر به فاصله تقریبی 500 زر از عقب می آمدند. همین که شاه اسماعیل به چپ پیچید، سرعت اسب‌ها را افزایش داد.
بعد از چند ثانیه که اسب‌ها با سرعت می‌تاختند، آن جانوران هم به هیجان آمدند، به طوری که اگر می‌خواستند که یک مرتبه جلوی حرکت آنها را بگیرند، نمی‌توانستند آنها را متوقف کنند. منظره وحشت‌آور و هم باشکوه به وجود آمده بود. 350 سوار صف اول در یک صف طولانی با حد اعلای سرعت حرکت اسب به سوی خصم می‌رفتند و در عقب آنها 350 سوار دیگر می آمدند و در فاصله دورتر سواران غلامعلی قره‌باغی سواران شاه اسماعیل را تعقیب می کردند. هر سوار که با شاه اسماعیل به سوی جبهه خصم می رفت می دانست که در آن ساعت موفقیت او و هم قطارانش بسته به سرعت آنهاست. آنها باید با سرعت خود را به توپخانه عثمانی ها برسانند و توپ ها را از کار بیاندازند. بازگشت آنها به جبهه ایرانیان یک مانور ضروری است، چون اگر بعد از نابود کردن توپخانه عثمانی ها بخواهند در جبهه خصم جلو بروند، تا آخرین سرباز معدوم خواهند شد. عثمانی ها می توانند 10,000 سرباز را علیه آن 1400 نفر وارد پیکار کنند. اگر سواران ایرانی با سرعت نمی جنبیدند و به چابکی توپ ها را از صدا نمی انداختند و مراجعت نمی کردند، عثمانی ها بالای تپه کبود فرصت به دست می آوردند که توپ های خود را به طرف سواران ایرانی شلیک کنند. وقتی شاه اسماعیل و سوارانش به طرف قرارگاه سربازان سپاه آکنجی می رفتند، توپ های عثمانی همچنان به طرف پایین تپه، یعنی در امتداد مشرق، شلیک می کرد. هنوز فرماندهی کل نیروی عثمانی نمی دانست که منظور ایرانیان چیست. وقتی سواران ایرانی به حرکت در آمدند و به طرف شمال رفتند، بلبل قولتای تصور کرد که سواران ناشی از این است که شاه اسماعیل قسمتی از نیروی خود را از جناح جنوبی به نقطه دیگر منتقل می کند. شاه اسماعیل تا آخرین لحظه خط سیر نهایی خود را به عثمانی ها نشان نداد که بتواند از غافلگیری استفاده کند. ولی وقتی سواران ایرانی به طرف موضع عثمانی ها تاختند، بلبل قولتای فهمید که قصد حمله دارند و از آن حمله متعجب شد. از بامداد روز قبل که جنگ شروع شد، ایرانیان فقط دفاع می کردند و مبادرت به حمله نمی نمودند، زیرا توانایی حمله را در خود نمی دیدند. حمله در میدان جنگ مستلزم فدا کردن عده‌ای از سربازان است و شاه اسماعیل که سربازان خود را با رعایت صرفه‌جویی به کار می انداخت، نمی توانست دستور حمله را صادر کند. اما چیزی که سبب شد شاه اسماعیل برای اولین مرتبه روش دفاع را ترک کند و مبادرت به حمله نماید، خطر قطعی محاصره نیروی ایران و شکست بود. شاه اسماعیل می دانست که تنها راه جلوگیری از خطر محصور شدن نیروی ایران از کار انداختن توپخانه خصم است که با یک حمله برق‌آسا از طرف سوار نظام انجام می شود. بلبل قولتای فریب خورده بود. او متوجه نشد که هدف ایرانی ها توپخانه عثمانیان می باشد و حیرت زده مانور دیوانوار سواران ایرانی را می نگریست و می گفت آیا این مش سوار می خواهند جبهه ما را بشکافند و از وسط جبهه ما بگذارند، یا اینکه تصور کردند که می توانند ما را بترسانند و وادار به عقب نشینی کنند؟ سلطان سلیم هم با اینکه جوانی باهوش بود، نتوانست به مقصود شاه اسماعیل پی ببرد و در بین عثمانی ها که ناظر میدان جنگ بودند، کسی شاه اسماعیل را با سواران نشناخت، زیرا در شاه اسماعیل علامتی مخصوص وجود نداشت که او را از سواران دیگر متمایز کند و به دیگران بشناساند. سلیم به اطرافیان خود می گفت گویا عجم ها دیوانه شدند، چون اگر یک مرتبه مجنون نمی شدند، دست به این حمله نمی زدند. صف طولانی 350 نفری شاه اسماعیل با سرعتی که با توجه به وسیله نقلیه آن است می توان گفت چون سرعت باد بود، به قرارگاه سربازان آکنجی نزدیک شد. از هیچ سوار صدا بر نمی خواست و فقط صدای سم اسبا در حال تاخت به گوش می رسید. ولی یک مرتبه نعره سواران ایرانی بلند شد و شاه اسماعیل هم مثل دیگران نعره می زد، زیرا نمی توانست سکوت نماید. نعره جنگاوران ایرانی موقعی شروع شد که سواران به قرارگاه سربازان آکنجی رسیدند و شمشیرها و تبرهای سربازان به حرکت در آمد. شاه اسماعیل تبرزین خود را به دست گرفته بود و برای اینکه از دستش نیفتد، یک حلقه چرمی را که متصل به انتهای تبرزین بود در مچ دست داشت.
گفته بودیم که شاه اسماعیل با دو دست تبر میانداخت و اینک میگوییم که با دو دست شمشیر رو تبر میزد. هر بار که شاه اسماعیل میخواست تبرزین خود را فرود بیاورد، رکاب میزد و دهانه اسب را میکشید و اسب وی روی دو پا برمیخواست و دو دست اسب در فضا قرار میگرفت. آنگاه عنان اسب را رها مینمود و تبرزین را فرود میآورد و در نتیجه نیروی وزن اسب منظم به نیروی بازوی شاه اسماعیل میگردید و تبرزین بر هر جا که فرود می آمد می شکافت. سواران شاه اسماعیل شمشیر را نیز همین طور فرود می آوردند تا اینکه هنگام ضربت زدن از نیروی اسب نیز استفاده کنند. ولوله هول‌انگیز به وجود آمده بود و ایرانیان نعره می زدند و سربازان آکنجی فریاد بر می آوردند. بعضی از فریادها با یک ضربت شمشیر یا تبر خاموش می شد. وظیفه دسته‌ای که خود شاه اسماعیل فرمانده آنها بود اقتضا می‌کرد که با سرعت عبور کنند و غلام علی قره‌باغی که از عقب می‌آمد می‌باید که زمین را از وجود بقیه سربازان خصم پاک کند و راه را باز نگاه دارد. سربازان آکنجی برای دفاع در قبال سواران غیر از شمشیر و تیر و کمان نداشتند، ولی سرعت حرکت ایرانیان به قدری بود که نمی توانستند از تیر و کمان استفاده کنند و مجبور شدند که از شمشیر استفاده نمایند. شمشیر آنها نمی توانست جلوی عبور سوار نظام را بگیرد و در دو صف 350 نفری سواران شاه اسماعیل بعد از اینکه عده‌ای را کشت و عده‌ای از سربازانش قربانی شدند به دامنه شمالی تپه کبود رسید، یعنی از قرارگاه سربازان آکنجی گذشت. کسی فرصت نداشت بفهمد که کشته شده و یا زنده است. از روز و شب قبل آنقدر لاشه سربازان ایرانی در میدان جنگ مانده بود که افسودن لاشه های جدید بر آنها جلب توجه نمی کرد. در آن دقایق مرگ برای سواران شاه اسماعیل و سواران غلامعلی قره‌باغی که در عقب دسته اول می آمدند اهمیت نداشت، بلکه آنها به کشتن و نابود کردن اهمیت می دادند. تمام آن سربازها داوطلب مرگ بودند و کشته شدن را استقبال می‌کردند، زیرا می‌دانستند که اگر به قتل برسند چون شهید می‌شوند یک راست به بهشت می‌روند. طوری ضربت سوار نظام شاه اسماعیل شدید و روحیه سوارانی که با او می‌رفتند قوی بود که سربازان آکنجی نتوانستند پایداری کنند و جمعی کشته شدند و بقیه جا را خالی کردند و راه عبور سوار نظام شاه اسماعیل باز شد. شیب تپه کبود در جهت شمال ملایم بود و اسب‌ها بدون اینکه از نفس بیفتند از تپه بالا رفتند. در بالای تپه سربازان شاه اسماعیل چند لحظه مکث کردند تا اینکه یک صف طولانی به وجود بیاورند و بعد پرچمداری که با شاه اسماعیل حرکت می‌کرد پرچم را به علامت حمله به حرکت درآورد. پرچم را همه می دیدند و از علائم آن می فهمیدند که فرمانده آنها چه دستوری صادر کرده است. به همین جهت وقتی پرچمدار کشته می شد دیگری پرچم را بر دست می گرفت. وقتی سواران شاه اسماعیل به تپه کبود رسیدند، توپچی های عثمانی مشغول شلیک به طرف مشرق بودند. وجیه سعدالدین فرمانده توپخانه در عقب تپه قرار گرفته تیراندازی را اداره می کرد و یک مرتبه متوجه شد که سواران دشمن وارد تپه شدند. گفتیم که وجیه سعدالدین 300 توپ و 10,000 سرباز قورخانه داشت. آن 10,000 تن همه توپچی نبودند و بعضی از آنها توپریز محسوب می شدند و بعضی دیگر بارود می ساختند. در بین کارکنان قورخانه دسته ای از سربازان بودند که وظیفه دفاع از توپ‌ها را داشتند، ولی در آن روز وجیه سعدالدین آنها را به تپه کبود نیاورده بود، زیرا پیشبینی نمی‌شد خطری برای توپخانه عثمانی به وجود بیاید. وجیه سعدالدین می‌دانست که دشمن ضعیف است و توانایی حمله را ندارد و اگر حمله کند نمی‌تواند خود را به موضع توپخانه برساند، چون از مشرق و جنوب راه ندارد و از طرف شمال هم راهش مسدود است. سربازان عثمانی بالای تپه 1900 نفر بیشتر نبودند، اما تپه مزبور میتوان گفت که در وسط جبهه عثمانی ها قرار داشت و فرمانده نیروی عثمانی میتوانست در اندک مدت ده ها هزار سرباز را به طرف آن تپه گسیل دارد.
شاه اسماعیل از شماره سربازانی که بالای تپه بود اطلاع نداشت، ولی میدانست که تپه مزبور در جایی واقع شده که فرماندهی نیروی عثمانی هر قدر بخواهد میتواند سرباز به آنجا بفرستد. شاه اسماعیل و سوارانش داوطلب مرگ و شهادت بودند و بدون بیم از اینکه ممکن است از تپه کبود مراجعت ننمایند مبادرت به حمله نمودند. وجیه سعدالدین وقتی سواران خصم را دید غافلگیر شد. در آن موقع توجه توپچی ها به سوی مشرق بود و آن عده از سربازان عثمانی هم که میخواستند از تپه کبود پایین بروند به سوی مشرق توجه داشتند. سواران دشمن از راهی وارد تپه شدند که وجیه سعدالدین پیش بینی نمی کرد و قبل از اینکه بتواند چاره ای بیاندیشد، شاه اسماعیل و سوارانش خود را به وی رسانیدند و تبرزین یک سوار ایرانی طوری بر صورت وجیه سعدالدین خورد که صورت را از دهان به دو نیم کرد و تبرزین از پشت سر فرمانده توپخانه خارج شد. حمله سواران شاه اسماعیل در بالای تپه آنقدر شدید بود که توپها در همان لحظه های اول از صدا افتاد. قبل از اینکه توپچی ها و افسرانشان بتوانند شمشیری را به کار بیندازند یا نیزه ای را مورد استفاده قرار دهند، از ضربات شمشیر و تبر سواران ایرانی از پا در می آمدند. وقتی صدای توپ ها ساکت شد، حسن بیکلله فرمانده جناح جنوبی ایرانیان دانست که شاه اسماعیل و سوارانش دست به کار شدند و بی یک لحظه تأخیر 400 تن از سواران خود را مأمور کرد که به سربازان عثمانی که از تپه فرود آمدند و در پای تپه متمرکز گردیدند حمله نمایند و آنها را معدوم کنند. سربازان مزبور با شمخال‌هایی که داشتند شلیک کردند و نزدیک 100 تن از سواران حسن بیکلله به قتل رسیدند یا به سختی مجروح شدند. اما 300 نفر دیگر قبل از اینکه شمخال عثمانی ها برای مرتبه دوم پر شود خود را به سربازان سلطان سلیم رسانیدند و آنها را نابود کردند و دیده شد که بعضی از آنها سعی می کردند که از دامنه تپه صعود کنند و خود را به بالا برسانند، ولی چون شیب تپه در آن طرف خیلی تند و چون یک دیوار عمودی بود سقوط می کردند و به قتل می رسیدند. سواران ایرانی در تپه کبود در لحظه های اول جنگ بین توپچی ها تفرقه انداختند، چون حرکت سواران طوری بود که به طور طبیعی بین توپچی ها تفرقه به وجود می آمد و آنها نمی توانستند که برای جلوگیری از سوار نظام ایرانی نیروی خود را متمرکز کنند. از توپچی ها که مورد حمله بیرحمانه سوار نظام ایرانی قرار گرفته بودند فریاد برمی خواست و شاه اسماعیل بانگ می زد بکش بکش و به دشمن خونخوار رحم نکن. قبل از اینکه سواران شاه اسماعیل از جبهه ایرانیان به حرکت درآیند، پادشاه ایران به آنها گفته بود که قتل توپچی های خصم مفید است، ولی از آن مفیدتر از بین بردن توپ ها می باشد. اگر ما تمام توپچی ها را به قتل برسانیم ولی توپ ها را از بین نبریم، باز دوچار شلیک توپ های دشمن خواهیم شد. لذا همین که به تپه کبود رسیدیم، عده ای از سربازان می باید توپ ها را از کار بیندازند و خرابکاری کنند. بهترین وسیله برای از کار انداختن توپ ها این است که کیسه ها و صندوق های باروت را زیر توپ ها بگذارند و منفجر کنند، و اگر نتوانستند که به وسیله باروت خود عثمانی ها عده ای از توپ ها را منفجر نمایند، آنها را از بالای تپه پایین بیندازند که در دسترس عثمانی ها نباشد. شاه اسماعیل سربازانی را که میباید خرابکاری کنند در دسته خود و دسته غلامعلی قره‌باغی انتخاب کرد و به آنها گفت در حالی که دیگران مشغول جنگ هستند شما توپ‌ها را از کار بیندازید. عثمانی‌ها در تپه کبود مقداری بارود پشت توپ‌ها داشتند تا برای شلیک از آنها استفاده کنند، و چون توپ‌ها را شلیک می‌کردند فتیله توپچی‌ها مشتعل بود و مقصود از فتیله یا پوفک تنابی مخصوص به شمار می‌آمد که سرش را مشتعل می‌کردند و به شکل اخگر در می‌آوردند و در آن دوره با اخگر مزبور توپ‌ها را مشتعل می‌نمودند. چون حمله سواران ایرانی ناگهانی بود، توپچی‌ها نتوانستند که کیسه‌ها و صندوق‌های باروت را دور کنند و فرصت نکردند که پفک‌ها را خاموش نمایند. این موضوع خیلی کمک به سربازان خرابکار ایرانی کرد، چون کافی بود که یک صندوق باروت زیر چند توپ منفجر نمایند تا اینکه چند توپ را از کار بیاندازند. انفجارهای پیاپی توپ‌ها
بدون کوچکترین توجه به حفظ جان دشمن و دوست طوری روحیه توپچیهای عثمانی و آن 400 سرباز را که می‌خواستند از تپه پایین بروند متزلزل کرده بود که نیروی مقاومت آنها مفلوج شد و در وسط صدای انفجارها و فریاد کسانی که ضربت شمشیر یا تبر می‌خوردند صدای امان امان به گوش می‌رسید. صدای مزبور از کسانی بود که از فرط وحشت در خود نیروی مقاومت نمی‌دیدند و می‌خواستند تسلیم ایرانیان شوند، ولی ایرانیان طوری سرگرم جنگ بودند و هیجان داشتند که صداها را نمی‌شنیدند و بعضی از آنها که فریاد امان امان می‌زدند از شمشیر و تبر سواران ایرانی از پای در می‌آمدند. در آن روز اشتباه وجیه سعدالدین فرمانده توپخانه سلطان سلیم که سربازان محافظ توپ‌ها را به تپه کبود نبرد به ایرانیان کمک کرد. اگر توپ‌های عثمانی در آن تپه دارای سربازان محافظ بود، سواران ایران نمی‌توانستند توپ‌ها را به سهولت از بین ببرند. با این وضع حمله شاه اسماعیل را به موضع توپخانه عثمانی‌ها و استفاده از باروت برای از کار انداختن توپ‌ها باید یکی از شاهکارهای تاکتیک جنگی جهان دانست. باید شجاعت و ایمانی مانند دلیری و ایمان ایرانیان در جنگ چالدران وجود داشته باشد و سرداری لایق و با اراده و با شهامت و با ایمان چون شاه اسماعیل در رأس آنها قرار بگیرد تا بتوان این مانور تاکتیکی را تکرار نمود. ایرانیان از این مانور میتوان گفت که نتیجه نزدیک به کمال گرفتند، چون توانستند که 250 توپ عثمانی ها را از کار بیاندازند و توپخانه عثمانی از آن به بعد بی اثر شد و دیگر عثمانی ها در جنگ چالدران از آن استفاده نکردند، چون نه به قدر کافی توپ داشتند نه وضع میدان جنگ اجازه داد که از توپ استفاده نمایند. سلطان سلیم مثل دیگران حرکت سوار نظام ایران را به طرف شمال دید و بعد متوجه شد که آن دسته به طرف مغرب متوجه گردید. سلطان سلیم برای نزدیک شدن یک دسته از سواران ایرانی به جبهه خود قائل به اهمیت نبود. تا وقتی که سواران با سرعت به حرکت در آمدند، آن وقت سلیم مانند فرمانده ارتش خود قولتای از تحور ایرانیان حیرت کرد و گفت اینها خود را به کشتن می دهند. حتی بعد از اینکه شاه اسماعیل از وسط سربازان سپاه آکنجی گذشت، سلطان سلیم برای مانور ایرانیان قائل به اهمیت نشد، برای اینکه می‌دانست که پشت سربازان آکنجی موضع سپاه ینیچری است که نیرومندترین سپاه عثمانی به شمار می‌آمد. و در این یادداشت‌ها گفتیم که حکومت عثمانی با چه دقت سربازان آن سپاه را تربیت می‌کرد، ولی ایرانیان به سپاه ینیچری نزدیک نشدند و راه تپه کبود را پیش گرفتند و آن وقت سلطان و فرمانده ارتش او قولتای فهمیدند که منظور ایرانیان از بین بردن توپخانه است. اندکی بعد از اینکه سواران ایرانی وارد تپه کبود شدند، صدای توپ‌ها خاموش گردید و سلطان سلیم قولتای را احضار کرد و این مصرع را به زبان فارسی برایش خواند: دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. قولتای گفت حمله سواران ایرانی به تپه کبود خودکشی است. سلطان سلیم گفت ولی آنها با خودکشی توپهای ما را از صدا انداختند و نقشه تو برای از بین بردن نیرو از تپه کبود برای محاصره عجمها برهم خورد و اکنون چه میکنی؟ قولتای گفت من 2000 نفر از سربازان ینیچری را به تپه کبود میفرستم تا عجمها را در آنجا نابود کنند. در حالی که سلطان سلیم و فرمانده ارتش او صحبت می‌کردند، انفجارهای تپه کبود شروع شد و صداهای انفجار در میدان جنگ می‌پیچید و در وسط شعله‌های مهیب انفجار توپ‌ها و آدم‌ها به هوا پرتاب می‌شدند. قولتای فهمید که عثمانی‌ها مبادرت به انفجار بارود نکردند و آن کار ایرانیان است و چون چند مرتبه توپ‌ها به هوا پرید، دریافت که ایرانیان برای اینکه توپ‌ها را منفجر نمایند، بارودها را مشتعل می‌کنند.